یک بار دیگه به با افطاری از تلویزیون های طلوع و لمر خوش آمدین. و قسمی که در آغاز برنامه گفتم، امشب مهمان خاص و ویژه ما استاد مسعود، کارشناس مسائل سیاسی، اقتصادی، پژوهشگر و نویسنده هستند که ما بسیار زیاد اینا رو خوش آمدین میگم. استاد مسعود، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه افطاری. قربان شما، تشکر شما، منت گذاشتین. بخیر باشین. استاد، مصروفیت های شما را در این روزا در ماه مبارک رمضان چی تشکیل میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر میمان ما، میمان نو ما و گفتگوگردان بسیار خوب تلویزیون طلوع. تشکر. سلام بر تمام کسایی که کامرا کار میکنن و سلام بر بیننده عزیز ما. خب، اول من تشکر میکنم شما که مرا اینجا دعوت کردین و امروز امسال برنامه افطاری طلوع یک کاملا متفاوت است و چیزهای جدیدی را شما پیشکش کردین. کارزو دارم که مورد قبول همه قرار بگیرن. و در پالوی سال گذشته کسی که همینجا برنامه افطاری را میگذاشتندن اونا به وزارت رسیدن. ما آرزو دارم که شما هم به وزارت برسین و نجیبه جان هم یه وقت به وزارت زنا برسن دیگه، برای ازی که این چوکی ها بسیار چوکی های بخیلی برکتی هست. به من خاطر استاد ما وزی اومده اینجا. ما آرزو دارم که دست از این خود ما برسم. بله، ما انشالله که حتما میرسین. خدمت شما عرض شود که در افغانستان چیزی که زیاد است، عمدتا مصروفیت زیاد است، ولی شاید هم در بسیاری موارد مصروفیت بی‌معناه، ولی ما تلاش میکنم که این مصروفیت ها را زیاد معنادار بسازم. تشکر میکنم از دولت افغانستان که ما را رخصت کردن سر از شنبه، سر از امروز، یعنی پوهنتون ها رخصت شد و نوع مکلفت های روزانه و شبانه ما در پوهنتون ختم شد و تنها بعض مکلفت های دیگه مانده در پوهنتون های خصوصی و جای دیگه. و نوشته که انجام میتم خدمت شما عرض کنم که اگر شما نگوین که ایره چرا گفتی، یه چلومین اثرم که امروز خطش میکده و دادمش برای نشر، برام اقتصاد برای هم است که کسایی که اقتصاد نمیفهمیدن، یک روز به شما وعده کردم که چیزی نشته کردیم، کسایی که مسلکشان اقتصاد نیست برای از اونا نشته کردیم در 102 سوال و 198 سلاید که انشاءالله که در یک هفته بعد یا در روز بعد میبره و به اختیارش قرار میگیره. در پالوی از او شما میفهمین که در خانه باید آمادگی ما برید بگیریم. میمان های ما از خارج میان، از دل من میان، دختر کلانم از سند میان، امرای نواسا از لندن تشریف میان بعید. ما دمی روز رمضان شروع کردیم به رنگوالی و به بازیگپای دی آمادگی گرفتیم برای که دو عزیز ما میان، یکی عزیز ما عید است که میان و ما در قطع جشن پیروزی خود از عبادت خود میگیریم و یکی عزیز دیگه ما میان که او توته جگرم است که واقعا دوستش دارم. معمولاً شاید نر ببینه در لندن، میگم یک بار دیگه دوستش دارم زیادتر خودشون و اولادایشون و شوهر نازنینشون. بسیار عالی، ماشاءالله. پس رمضان خوبی است بر شما امسال استاد؟ بر ما هم همیشه رمضان بزرگ است، بر مردم افغانستان همیشه هم رمضان بزرگ بوده. شما ببینین که غریب ترین یک فرد از افغانستان سفره رنگین داره. ما غریب ترین آدما را میشناسم که ماهای پیش از آمدن رمضان پسنداز میکنن به خاطر آمدن رمضان. در سفره از اینا شما یک میوه، یک گوشت، یک برنج، یک چیز میبینین که شاید هم ماها در اون سفره اون چیز نبینین. شما ببینین که چقدر با همت هستی. از صنایع میگه که در سخن نیستم عیال کسی، نه پر من و پر و بال کسی. همتم است گرچه نانم نیست، سخن فش در زبانم نیست. مانا داره که این روزه یک همت است و این مردم ما در همت نوی نمونه بارز در جهان با شاهد باشن. یک آدمی که هیچ چیز نداره ولی با همتش روزه میگیره و با همتش میخنده، هیچ شکایت نمیکنه، دست دراز نمیکنه، گدایی نمیکنه، ولی روزه را خوب سپری میکنن. شبها به نماز تراویح و به ختم میرن، با یک آرزو امیدواری زندگی میکنه. مثل که ما حال موقعی که دولت وحدت ملی آمد، ما به یک آرزو و امیدواری همیانم زندگی میکنیم که شاید این کشتی بسکسته ما را که آرام آرام از یک طوفان بیرون بکشن بیرون. و ما آرزو داریم و امید داریم و حرکت میکنیم و دقیق مبارزه میکنیم. راه ما میرویم و میرسیم. من بازم مردم میگم که ما میرویم و میرسیم، مبارزه ما نقطه پایان نخواهد داشت. بله نجیب جان،
استاد همچنان کارشناس مسائل اقتصادی است دیگه، باز بخیر پسان حتما ازش پرسان کنین که چطور شما اقتصاد خود چطور بسازی. بله و بله و نه مهمه یکنن ما تا معلومه را خدا وقت چی بیا وقت شوید ده دمی او دمین و روست و زهم ده اقتصاد حوالی سر ده افغانستان حوالی سر دیر پختینی دی چه اگر سیاست پا حوالی سرم دی چیزه به استاز نکومه خدا وقت لمنگ سر کشنی گونی دمان ده بیا هم لمن سر اوسیجی. دقایق کم باقی مانده به افطار و قاری صاحب سید مرتضی قانت هم به استودیو رسیدن، انشالله که تا لحظت بعد آذان نماز شام هم فرا میرسه و همه ما یک جای با هم افطار خواهد کردیم و این لحظه استاد سید مسعود شخصیت فرهنگی و سیاسی کشور هم مهمان برنامه ما هستند و نجیبه جان کدام پرسش دارن از استاد مسعود؟ از شما اجازت مجیب جان؟ ما سوال د پیر استاد اجازه ډیره مننه. څنګه چې زما یو پښتنه د اقتصاد په حواله سره د افغانستان چې کله موږ ګورو ډیر خوشي یو ورځ موږ ګورو چې نن سبا موږ ګورو خلک وایي چې موږ به سرخان ډوډۍ مله ځکه چې د افغانستان دا څنګه یو وار اقتصاد د ډیر زیات ښه کیږي او یو وار بیخي ډیر لاندې ځي او دا ډیر زر کیږي؟ خوبی رگه علمی تا جوابتیم ایساد یک برنامه کار داره، باز گپای سیاسی که خراب میشه. من فقط میگم که اقتصاد ما رقمی نمیه، طبیعت ما وارست رقم خود ما وارست، یک روز ما خوب میشیم یک روز بد، یک روز ما گرم میشیم یک روز سرد. از این لحاظ فکر میکنم که در کشوری که هیچ تولید نباشه و در کشوری که وابسته به کشورهای خارجی باشه و در کشوری که مدیریت درست هم در درون ما نباشه و در کشوری که خودشان قدر پول خود و منابع معدنی خود ندانن و در کشوری که خودشان ظرفیت‌های قدر ظرفیت‌های خود ندانن، در حقیقت چیز غیر از این شما نمیتونید نتیجه بگیرین. فقط ما یک چیز میگم که مردم افغانستان زیاد صبور است، زیاد مقاوم و زیاد هوشیار و زیاد آدمای قوی. انشالله که ما زندگی را در آینده کسی که بخواه و نخواه جورش میکنیم. دیش او زه فکر کوم چې استاد محترم چې د روژې په خاطر باندې ډیر جدی وانه غست د ازما پښتنه ډیر په خطرې کې ډیر په مینه باندې جواب ورک هله او ډیر ټولنه داسي چې داغي په دې پښتنه کې باید چې خه جواب شي وي داغي چې کوم مسولیتونه دی داغي چې کوم وظیفه ده باید خو هغه د روژې په اړه زه فکر کوم چې استاد صاحب ډیر په محبت جواب ورکړي. بجانې بیا هم مونږ خپل جواب د استاد نواخست استاد ډیر په طریقه همدغه وایم تاسو خپل هغه جواب راکړي. استاد اگر لطفونین بر ما بگوین که در ماه مبارک رمضان همسایه‌داری ما را چطور میبینین با همسایه های ما؟ البته کشورهای همسایه را میگم خیلی مکر و طلوع را گفتین با همسایه تان. متاسفانه در ماه رمضان آیا مرات رمضان کردن یا نه؟ در ماه رمضان متاسفانه که همسایه ما مانند گذشته حرکات ها بردن که برای ما یک توفی خون بتن، ولی مردم ما خوشبختانه عادت دارن یا بدبختانه عادت دارن به خون دیدن و خون ریزی کردن و خون دادن و در این چیزها. من فکر میکنم که همسایه ها امتحان شده است. تشکر از استاد سید مسعود و حال هم لحظات شمارش میکنیم و شمارش برای اوقات افطار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله بعد شكر از قاري صاحب سيد مرتضى قاند استاذ دار اللتام ومدرسة امام بخاري طاعت و عبادت همه شما به درگاه خداوند قبول باشه و دعاهای شما هم مقبول گردد و استاد سید مسعود هنوز هم در استودیو با ما است و حبیب جان هم خدا خیرش بده افطاری امروز که آماده ساخته بود که کرایی گوشت است او را آورد این مرچ مساله شما رسید استاد شما فکر میکنم دقایق بعد افطار میکنین یا من معمول افطار میکنم خب تا حال منتظر چی بودیم در تا که آزان نشه باید افطار نتین نکنین نه نه خود یگان تا شروع کرده بود خوردن من بعد از که ازن وقتی خندم رقه جوزاد اومده چه او بمو چه ما او چه نه که نخورین که بعد از اینکه میگن آزان داده خلاص شوه بعد از آزان افطار کنیم بسیار خوب است به احترام آزان چیزی که گفته نمیشه و در آزان دعا نمیشه تا آخر دعا رو نخونن بعد باز دعا خوانده میشه بسیار خوب است. خیره بعد از این بخیر افطار در جریان آزان میکنیم یکی بعد از آزان دعا رو یکی پیش از آزان یکی افطار پیش از آزان کنین یکی دما بین آزان کنین به بعد آزان دست خوار ده خو یکینن د چه هر صورت چهار وقت ما زاری نو نن دست پیش از آزان نه استاد خو ما بسیار شما تشکر میکنم چقدر خوب چیز جور کردن و زغوانم چه تاسو لغوندی خوری چه قربان شما سب خدا شما گم نکنه اگه شما سونه من سعی کنین من زیر تاثیر من خوردن هم میتونم شما شروع کنین خورتره خورتره میگیری ما میخواییم سعی کنیم شما چی رقم میخورین این سبت است نخیر نسخت نیست استاد بخین نشرات زنده است اگه نیک چیز میگوتم استاد خدا کنه بسیار خوب است و دلتان باشه دا چه دی دیگه زما همکاری دی سر وزه که زما دلاز خوان هم پا دی دیگه که دی استاد بله دست شما خمشه هم تو خوان میگده تشکر استاد میخواییم که خیلی پشتنه میروانی نجیب جان تاسو چیزا تاسو میروانی و کسی سیده دیما پشتنه یودا سی پا افغانستان که نام خدا منگه دیر
سیاستمداران لرو لخیر سره ولاسو کی څومره نمرې ورکوي جوړې څومره په سیاست باندې واقعیا پوی دی خو به سیاستمدارای کی د قدرت است یا سیاستمدارای کی د بیرون از قدرت است ټول در مجموع همه مردم افغانستان از لحاظ روانشناسی که 5 درجه مرضی دارن در درجه 1 و درجه 2 هستن یعنی دقیقا 14 ما را مریض روانی ساخته هیچ کس در افغانستان دیده نمیشه که دارای تکلیف روانی نباشه منتها درجه 1 درجه 2 در بعضی از سیاستمدارها به درجه 3 رسیدن که نزدیکتر به وضع وخیمشان است و متاسفانه که مانند ما یک از ما هستم شاید سیاستمدارای ما زیاد انتقاد دوست داریم تا نشان دادن راه حل زیاد حرف دوست داریم تا حرکت پرکتیک کردن زیاد وعده را دوست داریم تا اجرا کردن و آمدن و عمل کردن ما در همه وقت خوب وعده میتیم بسیار گپار مردم را میزنیم مردم بسیار خوششون میه موقعی که در عمل میهیم هیچ کار نمیتونیم و حتی از یک آدم ساده دیاتی که ما خرابتر میشیم مردم ما بسیار پرکتیک است و عملی است ولی یک چیز فایده سیاست مدارا شده که اینا در مقابل یک مردم قرار گرفتن که این مردم زیاد حوصله داره همین مثلا 8 9 و 10 ماه شده مردم باز حوصله میکنن که شاید همی خوب شود دا حکومت تشکر استاد مسعود